چینی در سالهای اخیر بازار ایران رو قرق کرده. در حوزه مداد و مداد رنگی هم رنگ صنعت داخلی رو سخت تیره کرده. نگاه کنید مغزش محکمه، نشکنی خدمت مرز کنم. پررنگ هم هستش. این فروشنده لوازم و تحریر اعتبارش رو برای مدادی ایرانی خرج میکنه که معتقده از آزمون کیفیت و قیمت رو سفید بیرون اومده. قبلا خودمون تست میکنیم یا میدیم بچه های خودمون استفاده کنن. بعد اگه دیدیم مرغوب به صرفه هست، سعی میکنیم روشون مانور بیشتر بدیم و ارائه بیشتر بدیم به مشتریمون. آدرس محصولی که فروشنده معرفی کرد در شهرک صنعتی چناران بود، جایی که من رو در دنیای کودکیم غرق کرد. در این حال خوش، یادآوری آمار قطع 14 میلیون درخت برای تولید کاغذ و مداد هر کوک خوشی رو ناخوش میکنه. اما شعارمون هم این هست که دیگه به خاطر تولید مداد ضرورت نیست که دیگه درختان رو قطع کنیم. تولید مداد کاغذی، این مغز مداد به این کاغذ روزنامه به این نمونه در میاد. کاغذها که از زیر دستگاه عبور میکنه در واقع یک مداد تولید میشه. خب کاغذ هم همون وضعیت چوب رو داره، چون برای تولید هر تن کاغذ 17 درخت قطع میشه. راه حل در این کاغذهای باطل است که در کارخانه دیگری در همین حوالی کاغذ مورد نیاز و بازیافتی مداد کاغذی رو تامین میکنه. در مقایسه با مدادهای چوبی به راحتی اینها تراشیده میشن و همین که تا انتها قابل استفاده میتونه باشه. قریب به 70 نفر در قالب مشاغل خانگی دارن با ما همکاری میکنن. در حال حاضر بازار مداد کشور 70% در اختیار چین، 25% ترکیه و اندونزی و مابقی اندک در اختیار ایرانه. جا به جای این درصدها منوط به انتخاب مصرف کننده است.